با حضور آقای امینی، آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ، تاریخ ایران، نه تاریخ معاصر و تنهایی، و همچنین جامعه ایران. با آقای امینی درباره بخش‌هایی از تاریخ، به خصوص دو هفته پیش درباره مشروطیت به مناسبت سالروز آن گفتگو کردم و قرار شد که در دو سه جلسه بعدی هم بپردازیم به مشروطیت که یکی از اون جلسه ها امروز است. اما خب برخورد امروز با روز 28 مرداد به ما این اجازه رو میده که درباره واقعی روز، سالروز 28 مرداد گفتگو کنیم. اول خدمت آقای امینی عرض سلام میکنم. سلام بر شما آقای امینی عزیز. خوشحالم که امینان گرامی، خوشحالم که بعد از چندی موفق شدیم شما در برنامه با هم هستیم و استودیو ملاقات کنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، نخواهید به سفر بروید، ما رو تنها بذارید. خب هنوز دو سه هفته آینده نه هستم خدمتتون. موافق هستید؟ بله. گرچه خود 28 مرداد هم یک زائده ایش، دنباله ایش از حوادث مشروطیت. دوران زمانداری مصدق بی گمان ادامه انقلاب مشروطه است و من اتفاقا امروز خدمتون این موضوع رو گفتم واقعا به این دلیل بود که میدونید خیلی صحبت از این میشود که این زخم 28 مرداد رو ما هی باز نکنیم، و جالب اینجاست که اونهایی که سفارش میکنند که این زخم رو برش مرهم بگذاریم، هر چند گاه یک بار خودشون بر این زخم نمک میپاشند و دوباره داغ رو زنده میکنند به جایی که بیاین و به این موضوع پاسخ بدن، پایان بدن. و این است که من جدن فکر میکنم که جای اون داره که در این برنامه امروز و شاید هم یکی دو هفته آینده به درازا به بحث نه تنها 28 مرداد، به کارنامه مصدق بپردازیم و ببینیم که چه دورانی بوده و چه جایگاه و ارزشی در جامعه ایران داشته و آیا درست است که ایران پس از برافتادن مصدق رشد کرده یا اینکه به راستی برافتادن مصدق و سیاستی که آمریکا در مورد ایران در پیش گرفت زمینه‌ای برای رویدادهای انقلاب 57 شد که حتما هم به این خواهی پرداخت. آقای امینی، همین بحث بر سر این که آیا آنچه به برکناری مصدق فرجامید کودتا بود یا قیام ملی، همان گونه که اشاره فرمودید، این روزها در خارج از کشور به خصوص بالا گرفته و شما هم شنیدید کسانی از واژه بی‌طرفانه رویداد 28 مرداد سخن میگن، مثل که مثلا رفتن چلو کبابی فرض کنید که گوشت بد بهشون دادن. رویداد چی؟ مملکت تکون خورده، رویداد نبوده. خب شما بفرمایید که اصلا واقعا این سوال خیلی مهمی، اصلا چرا باید بر سر کودتا بودن یا کودتا نبودن اون رویدادهایی که به براندازی مصدق انجامید پافشاری کرد و این بحث چه نفعی و چه پیامدهایی برای امروز ایران داره و فردا ایران؟ ببینید جناب مهری، من روی این میز و پیرامونمون چقدر کتاب بود؟ نزدیک به 5% کتابهایی رو که با اسناد و مدارک غربی ها و حالا ایرانی ها رو اصلا میذارم کنار، درباره کودتای 28 مرداد نوشتند. غربی ها گفتن کودتا؟ همه گفتن. در این باره خیلی کتاب زیاد است، ولی دست شمار دستچینی آوردم برای اینکه نکته رو شون بدم. چرا اصلا باید پافشاری کرد روی بحث؟ ببینید جناب مهری، بخش زیادی از چپی های ایران که یک دورانی هوادار اتحاد جماهیر شوروی و لنین و استالین بودند، این روزها طرفدار سوسیال دموکراسی شدند و از دموکراسی دفاع میکنند و به اون نوع سوسیالیسم آسیایی نقد میکنند. برخی از کسانی که طرفدار دولت جمهوری اسلامی از آغاز بودند، این روزها خودشون رو اصلاح طلبان یا حتی نواندیشان دینی میخوانند، روشنفکران دینی میخوانند. شما یک لحظه تصور کنید که فردی می آید و بگوید که من روشنفکر دینی هستم، نقد دارم به رفتار گذشته، اما
خب کشتار 67 هم همچین بد نبوده، لازم بوده. یا کسی بیاد بگوید که من امروز از اون اندیشه های چپ رادیکال قدیمم بریدم و به چپ دموکراتیک، به سوسیالیسم دموکراتیک مانند اروپا باور دارم، ولی رفیق استالین به هر حال مجبور بودیم درو بکشه و خار خیلی بدی هم نکرده. خب شما آیا باور میکنید که این آدم نمونه اول واقعا از رفتار پلید حکومت اسلامی بریده و یا نمونه دوم از اون بندناف خودش رو با اون گذشته پلید سوسیالیسم آسیایی قطع کرده؟ موضوع بر سر این است، امروز کسانی که هوادار پادشاهی هستند و میخوان پادشاهی به ایران بازگرده و میگویند این پادشاهی این بار دموکراتیک خواهد بود، به آراء مردم ارتباط خواهد داشت و با قانون مرتبط خواهد بود، نمی توانند بیایند و بگویند آنچه در آن پادشاهی گذشتن بوده آن هم قانون بوده. چون اگر بگویند که ما به قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند هستیم، که نمی توانند مدلی رو که پایبند نبوده بپذیرند و یا براندازی یک نخست وزیر رو که حالا میگن این منتخب ملت نبوده. منتخب ملت یعنی از مکانیزم های انتخاباتی ملی، یعنی از مکانیزم انتخابات نمایندگان مجلس، رأی تمایل نمایندگان مجلس و دستین نهادن پادشاه. کسی که هنگامی که استعفا داد در 26 تیر بر گرده مردم و بر پایه یک شورش و جنبش اجتماعی به نخست وزیری بازگشت، نماینده اراده مردم بوده. حالا درست کار کرده نکرده اصلا وارد این بحثا نمیشه. پادشاهی بیاید با مشورت با نمایندگان دولت‌های خارجی او رو برکنار کنه، تانک به در منزل بفرسته، به خانش بفرسته، خانه رو ویران بکنند، بعد محاکمه و 3 سال زندان و سپس خانه نشین بکنند، بعد بگویند که این کودتا نبوده، این برای یک سوء تفاهمی پیش آمده بین پادشاه و نخست وزیرش. خب این نشان میدهد که کسانی که امروز از دموکراسی پادشاهی صحبت میکنن با پذیرش این نوع رفتار همچنان به این نوع رفتارها میاندیشن و فردا هم چنین خواهند کرد. فردا هم اگر زورشون برسه چنین خواهند کرد. و اینجاست که بنابراین باید روشن خط کشید. افسون بر این، ببینید غربی ها، دولت آمریکا و دولت بریتانیا خودشون اعلام کردن که آقا ما در ایران کودتا کردیم، سند بیرون دادن در مورد کودتا. امریکایی ها گفتن با خانم آلبرایت که مثلا محمد پوزش خواست گفت که کودتا بوده. بله دیگه، گفتش که ما با روش غیر قانونی دولت مصدق رو برانداختیم. خب یعنی کودتا دیگه، حالا اسم کودتا رو فکر کنم گفته. بسیاری دیگر این حرف رو زدن، حرف جدیدی نیست، ولی در کشور ما هنوز عده‌ای اصرار دارن که خیر این اگر خیلی تون باشن این قیام ملی بوده، یعنی ملت قیام کرده و مصدق رو انداخته. و اگر هم یه مقدار بخوام بی‌طرفانه صحبت کنن میگن که خیر این رویداد بوده. اونایی که خیلی دیگه ظاهراً ببخشید سوسولی بحث میکنن تو این زمینه میگن 25 مرداد کودتا بوده ولی 28 مرداد قیام بوده. اون سوسولی که این حرف زده نه یه نفر نیست، خیلی های حرف میزنن. حالا زدید یه نفر، اصلا به کسی اتهام نزنم، ولی بنابراین این بحث رو باید واقعا انجام داد. یه زمانی باید در جامعه ایران کسانی که خودشون رو پایبند به دموکراسی نشان میدهند بپذیرند یک حکومت دموکراتیکی رو در ایران از راه نیروی نظامی و اوباش با کمک پول کشورهای خارجی و بهره برداری از گرفتاری های درونی ایران برانداختند و بعد از اون هم بگیر و ببند آغاز شد. مگر کودتا چیست؟ کودتا یعنی یک گروهی در درون یک حکومت به جای بهره گیری از مکانیزم های پارلمانی یا قانونی یک نیروی نظامی یا یک نیروی شبه نظامی رو برای ساقط کردن دولت ازش بهره میگیره. همه کودتا هم خونی نیست. کودتای یونان که سرهنگان و عبور سر کار خونی نبود. بسیاری از کودتاهایی که در کشورهای عربی صورت گرفته
کودتای بهش گفتن درباری، یعنی یه بخش از حکومت علیه اون یکی بخش کودتا کرده بود. برخی از این کودتاها، کشتارها بعد از کودتا آغاز شد. به این معنا اینکه حتی پیام دستور شاه رو، فرمان شاه رو برای عزل مصدق، نصیری با یک نیروی نظامی به منزل او میبره، این که پیش از بردن فرمان به تنهایی میره یا نخیر، یک کامیون سرباز و ارتشی همراهش بوده. چرا مگه؟ خب دیگه ببینید، قبل از اون رفتند برق نخست وزیری رو خانه مصدق قطع کردن، تلفن رو قطع کردن. عرض کنم که 6 نفر از وزیران رو دستگیر کردن، با همسر فاطمی اون رفتار رو کردن و سپس آمدن حکم باز کنار نهادن مصدق رو بهش ابلاغ کردن. نمیگن کودتا، و این رفتار ادامه پیدا کرده در روزهای پس از اون. بنابراین این بس اگرچه به نظر من نباید دامن زده بشه، ما با چند خانش تاریخی از این رویداد، حالا منم واژه رویداد رو از این منظر استفاده میکنم، روبرو هستیم. یکی خانش هواداران دکتر مصدق، کسانی که راه و روش دکتر مصدق رو کم یا بیش پشتیبانی میکنه، میپسندند و او رو ادامه دهنده سنت مشروطه میدانند. یکی خانش طرفداران پادشاهی و به ویژه طرفداران محمد رضا شاه و رفتار او، که اونها بیشتر این جریان رو به سود جامعه میدونن و فکر میکنن که محمد رضا شاه اگر این کار رو نکرده بود کمونیسم ایران رو میگرفت. خانش مذهبیون، به ویژه جریان هایی که بعد از انقلاب به قدرت رسیدن، فدایان اسلام، اونها معتقد هستن که کودتا لازم بود. مثلا فدایان اسلام اصلا پشتیبانی کردن از کودتا. آقای خمینی گفتن که مصدق از سوی اسلام سینی خورد، یا خاطر دون باشه اون سخنرانی معروفش، اسلام البته از طرف شیطان بزرگ آمد و سینی زد. و معتقد هستن که ملی شدن صنعت نفت رو فدایان اسلام و کاشانی و روحانیان کردند و کار مصدق نبوده. اون گروه دوم که اشاره کردن معتقدن که مصدق کاری نبوده در ملی کردن صنعت نفت. محمد رضا شاه اصلا شخصیت برجسته ملی کردن صنعت نفت. بگذاریم که محمد رضا شاه دوباره دیگر هم نفت رو ملی کرد. من نمیدونم نفت ملی شده چرا دوباره باید ملی بشود. این ماجرایی است که به اینجا ربط نداره. خانش چهارم خانش توده هاست که توجیه میکنن رفتار خودشون. در یک دورانی مصدق رو نماینده بورژوازی میدانستند و معتقد بودن که نوکر آمریکاست، پیر کفتار امپریالیسم، و سپس از خودشون انتقاد کردند و با این وجود هنوز گاه توجیه میکنند. و این خانش های مختلف، امروز ما فرصت بررسی همه اینها رو نداریم، ولی من مایل هستم به برخی از این نکات امروز بپردازم با اجازه شما و همینان گرامی. خواهش می‌کنم. آقای امینی، این موضوع ترس از قدرتگیری کمونیست‌ها در ایران خیلی جاها گفته شده بود و همچنان گفته میشه که اگر مصدق میموند توده‌ها قدرت رو به دست می‌گرفتن و با این قدرتگیری کمونیست‌ها در ایران تعادل جهان به هم می‌خورد از لحاظ سیاسی. ببینید، خیلی جالب است این بحث، برای اینکه وودهاوس که یکی از بلندپایه‌ترین مقامات امنیتی جاسوسی بریتانیا در خاورمیانه بوده و در جریان برانداختن مصدق نقش بسیار بسیار اساسی داره، شاید کتابش آورده باشم، یکی از این کتاب هاست، او میگوید که شاید هم تعداد زیاد بوده اونو نیاوردم. وودهاوس خیلی روشن میگه، میگه ما در دستگاه امنیتی بریتانیا بعد از اینکه نفت ملی شد و دشمنی شدید با مصدق داشتیم به عنوان نماد ملی کردن صنعت نفت، چون مصدق نبود که نفت رو ملی کرد، ولی پافشاری کرد بر روی مسئله ملی شدن و رئیس کمیسیون ویژه نفت بود در مجلس و رفته رفته دیگران هم به این پیوستند و نخست وزیر اجرای طرح ملی شدن صنعت نفت بود، میگه از آغاز موضوع براندازی اون بود. خانم آن لمتون هم که میدونید که زبانشناس و ایرانشناس برجسته‌ای بود و در دوره جوانتر بودنش در سفارت بریتانیا در ایران کار میکرد
ظاهراً رایزن مطبوعاتی بود ولی مأمور امنیتی بود، همون ماه نخست وزیری مصدق در مجله تایمز لندن مقاله می نویسه با اسم مستعار، ولی بعدها معلوم میشه که اون نوشته که چگونه باید مصدق رو برانداخت و مصدق رو باید از پایین برانداخت، یعنی بازار رو جمع کرد، مردم رو جمع کرد و تدارک دید و مصدق رو برکنار کرد. و روی این طرح به گفته بودهاوس و دیگران زینر و چند نفر مأمور بلندپایه اینتلیجنس سرویس ایران رو آمریکا انگلستان رو دوباره به ایران برخی بودن، مثل زینر در ایران بوده، اینا میایند که تدارک برانداختن مصدق رو بدند. از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا برخوردار نبودند. بودهاوس چی میگه؟ میگه ما به این نتیجه رسیدیم که بر سر مسئله ملی شدن صنعت نفت که دلیل مخالفت ما با مصدق بوده، ما نمیتوانیم آمریکایی‌ها رو به طرف خودمون بکشیم، چون ها منفعتی در دفاع از منفعت ما ندارند. در واقع آمریکایی‌ها متمایل به این بودند که قدرت بریتانیا کاهش پیدا بکنه و چون نفت عربستان رو قرارداد بسته بودند و در اختیار داشتن، بعدشون نمیآمد که انگلستان در ایران هم تضعیف بشه و در مورد نفت ایران هم اونها دارای نقش باشند. نداشت، هیچ نقشی نداشت. همه نفت ایران به طور انحصاری در اختیار شرکت نفت ایران انگلیس بود، بریتیش پترولیوم در آینده. میگه ما نمیتونستیم سر نفت اونها رو قانع کنیم، بنابراین در دستگاه اینتلیجنس سرویس انگلیس تصمیم گرفتیم مسئله کمونیسم رو برجسته کنیم و بگوییم که وجود شخصیتی مانند مصدق یا زمینه برای رشد حزب توده است و یا خود مصدق آدم اونهاست و در نتیجه کارزار گسترده یک ساله برای باد کردن حزب توده و بزرگ نشان دادن حزب توده آغاز شد و آمریکاییان نمیپذیرفتند. و جالب اینجاست که وقتی پذیرفتن، اونها هم در دوران آیزنهاور از این بیشتر استفاده کردن. یه گزارشی است که من از خانم غزاله میخوام که پیکره شماره 2، 3 و 4 رو به ترتیب نشون بدن روی بله خیلی ممنون. ببینید، این یه سندی است که 12 روز پیش از کودتا از سوی ستاد CIA در تهران، از سوی پایگاه CIA در تهران برای ستاد CIA در واشنگتن فرستاده شده. برگ بعدی رو نشون بدید. بله. مضمونش چیه؟ الان خدمتتون میگم. و برگ بعدی همین کافیه. خیلی ممنون. مضمونش چیه؟ دیگه میتونید این رو ببندید. خیلی سپاسگزارم. گزارش پایگاه CIA در تهران به CIA در اینه که حزب توده دارای نیروی انسانی برای اینکه بتواند در ایران کودتایی رو سازمان بده نیست، چون تمام تحقیقات اونها بر این بوده که آیا حزب توده میتواند در ایران قدرت بگیره. پاسخشون که چنین نیست. افسون بر این که 3 ماه پیشتر با مرگ استالین رهبری اتحاد جماهیر شوروی دچار بحرانه و به هیچ وجه مایل نبودند در همسایگی خودشون بر سر کودتایی در ایران با غرب وارد یک جنگ بشوند، چون تصور این بود که میشود، این رو آزمایش کرده بودند در جریان این رو. نه هنوز نشون ندید این رو، معذرت خیلی، نه این لازم نیست، مرسی. هنوز ببینید، این رو در جریان آذربایجان 7 سال زودتر امتحان کرده بودند که در مورد آذربایجان، یه بخشی از خاک ایران که کوشش کردند درش دولتی بسازند از طرف فرقه دموکرات، تقریبا در آستانه جنگ با غرب قرار گرفتند. اون صحبت‌های استالین که من بارها در این برنامه گفتم، که گفته به پیشوری که ما نمیتوانیم در جواب نامه پیشوری میهن سوسیالیستی رو به خطر بیاندازیم و بر سر ایران وارد جنگ جدیدی با غرب بشیم. چگونه ممکن است اتحاد جماهیر شوروی بر سر آذربایجان حاضر نباشه وارد جنگ بشه، بر سر تمام ایران خودش رو بیشتر به خطر بیاندازه؟ گزارش CIA گواه بر این است که در خطر کمونیسم و خطر حزب توده بی اندازه گزافه‌گویی کردن و بسیاری از اسناد نشون میده. این کتاب MI6 که بزرگ مهمترین تاریخ MI6 است، استفان دوریل نوشته و حتی اونهایی که بسیار حمله میکنن، مثل این آقای میرفتروس غیران، اونها میگن عجب پژوهشگر برجسته‌ای، یا آقای
گازیروفسکی که باز هم مورد پذیرش اونها هستش، از پژوهشگران برجسته غربی در مورد کودتای 28 مرداد، اونها هم همه باور دارند که در مورد توانایی حزب توده و نفوذ کمونیسم در ایران گزافه‌گویی‌های بسیاری شده. افسون بر این که بسیاری از اسنادی که در ایران در 6 ماه پایانی زمامداری مصدق به نام حزب توده درآمد و در نجف، در قم و در جاهای دیگه چاپ میشد، اینها رو CIA می نوشت و اینتلیجنس سرویس. ثابت شده؟ بله بله بله، خودشون افرادی آمدند گفتن که ما از نویسندگان این هستیم و یکی از پروژه های بخشی از کتاب گزارش ویلبر، گزارش داخلی CIA، یکی از مواردش این بود که ما کارهایی بکنیم که روحانیون احساس کنن که کمونیست‌ها دارن قدرت میگیرند. از جمله آمدن که کتابی نوشتم، کتابی به نام چیشی شیطانی که در مورد روحانیون بود و در نجف پخش کردن. این به خامه یکی از نویسندگان ایران بود و بعد از مترجمه شد برای تحریک که بله اینها رو باید به دار آویخت، اینها فاسدن، اینها جرثومه فسادن، از این چیزا. خب واقعیت این است که اینگونه نبوده و در این تبلیغات، این نشریه نبرد ملت هست از فدایان اسلام که عرباسچیان بیرون میداده. نگاه کنی در همه برگ‌های اون نشان داس چکش بر سینه مصدق سنجاق کرده، یعنی کمونیسم رو اینگونه گنده نشان میدادن. بنابراین این بحث این که گویا تمام مسئله بر درگیری با حزب توده بوده و برخورد به حزب توده بوده، افسانه بیش نیست. حزب توده در بامداد 28 مرداد هیچ کاری نکرد. به این معنا نیست که حزب توده کوشش نکرد در بین 25 تا 28 مرداد بهره برداری کنه. جالب اینجاست که امروز اسناد نشون میده که CIA با کمک یکی دو نفر که در ایران داشته، آدمای خیلی فعال خیابانی بودند، از جمله یکیشون روزنامه‌نگار معروفی در اطلاعات بود، در همین لس آنجلس هم زندگی میکرد، اسمشون آقای، حالا خدمتتون میگم، الان دقیقاً یادم نیست، کیوانی در ایران بود، نه ببخشید الان خاطرم رفته، خدمتتون میگم. این یکی از کارهایی که کردن در فاصله بین 25 یعنی روزهای 26 و 27 مرداد، جمعیت به راه انداختن با شعار جمهوری دموکراتیک. اینها میگن که اینا آدمهای غیر توده‌ای بودن و توده‌ها به این پیوستن چون طرفدار جمهوری دموکراتیک بودن و حزب توده در شامگاه 27 مرداد اعلامیه داد کمیته مرکزی و پشتیبانی کرد از درخواست مردم برای 27 مرداد. اینا بخشی از برنامه بوده، همون کاری که در نگاه اگر بنگری در شیلی کردن، یعنی آلینده رو بستن به حزب کمونیست شیلی، از اون یک شخصیت استالینی ساختن تا بتوانن توجیه کنن براندازی رو. این روشی بود که برای دوره ایالات متحده و CIA ازش استفاده میکردن. برابر این من مایل هستم کسانی بیایند و با اسناد، نه با داستان نویسی، توانایی حزب توده و انگیزه حزب توده رو برای سازمان دادن یک کودتا در ایران نشان بدهن، تو بنده بپذیرم که بله باید مصدق رو برکنار میکردن چون حزب توده خیز برداشته بود برای گرفتن قدرت. بعد از 28 مرداد هم حزب توده هیچ حرکتی نکرد به نظرم. نه خیر، بعدم در شامگاه 27 مرداد هنگامی که هندرسون دیدار کرد با شاه، با مصدق، مصدق به او گفته بود که من دستور دادم و اینها رو سرکوب کردن. در شامگاه 27 مرداد تمام کسانی که به خیابان آمده بودن به طرفداری از حزب توده و جمهوری دموکراتیک شعار میدادن، به وسیله نیروهای هوادار به دولت مصدق سرکوب شدند. حالا ممکنه به این خورده بگیرید که شاید این عاملی بوده که در 28 مرداد به خیابان نیامدن، ولی مصدق سر جنگ با دولت، با شاه رو نداشت. مصدق که نمیخواست دولتی به وجود بیاورد که این دولت براندازنده پادشاهی در ایران باشه، تا پایان عمر وفادار به پادشاهی بود. حتی در دادگاه از در نهم اسفند هم میسین که قرآن امضا کرد برای شاه فرستاد، نه؟ بله، اصلا طرفدار این کار نبود. میتونید نخیر، نه تنها این رفت پول از حساب خودش برداشت، چون دولت نمیتونست اون روز پول در بیاره، هنوز بودجه تصویب نکرده بودن برای این کار، از حساب شخصی خودش پول آورد به اینو ثریا میگه، به اعلیحضرت داد برای اینکه ایشون بتونه سفر کنه. در بامداد همون روزی که بعد نزدیک بود
میخواستن بریزن و بکشنش. ببینید حتی در ساختن در گزارش تاریخ هم کسانی که این حرفا رو میزنند جعل تاریخ میکنند. مثلا میگویند که قانون اساسی اجازه داده که شاه در غیاب مجلس نخست وزیر رو عزل کنه و نخست وزیری رو انتخاب کنه. در تمام تاریخ مشروطه جز یک مورد در دوران احمدشاه که احمدشاه یکی از نخست وزیرانی رو که حاضر به استعفا نشده بود فرمان عزلش رو صادر کرد، هیچ فرمان دیگه صادر نکرد جز فرمان عزل رضا شاه که مصدق و یارانش بودند که با مجلسیان مشورت کردند که احمدشاه داره این اختیارات نیست، چون فرمان عزل احمدشاه رو از سوئیس صادر کرده بود، از فرانسه از نیس صادر کرده بود احمدشاه، فرمان عزل رضا شاه رضا خان. بنابراین بحث قانونیش هم درست، اما فرض کنیم یه لحظه برای که ببینید تا چه اندازه این تئوری ها مانند پنیر سوئیسه، اونم پنیر جوان سوئیس که سوراخ‌هاش درشت، این بهش میگن یانگ چیز، سوئیس چیز. فرض کنیم که حق با اینا باشه و شاه دارای این اختیار بوده که نخست وزیر رو برکنار کنه در غیاب مجلس. فرمانی که خود محمد رضا شاه گفته ما امضا کردیم در 22 مرداد امضا شده، فرمان نخست وزیری زاهدی هم اونم در 22 بوده، ولی بعدها برای اینکه فاصله براش ایجاد کنن گفتن 23 بوده و جشنشو گرفتن، یک سالگرد اون رو شاه یک دستخطی برای زاهدی فرستاد به مناسبت. خب اگر این فرض رو بپذیریم که واقعا دو فرمان نوشته شده، حالا به چگونگی فرمان هم اشاره خواهم کرد کیا این رو تهیه کردن، 22 و 23 بوده، مصدق در بامداد روز 26 مرداد در رادیو اعلام کرد که مجلس منحله، شاه از کجا خبر داشته که در 26 او مجلس رو منحل خواهد کرد که در 22 و 23 فرمان عزل نخست وزیر رو در هنگامی که هنوز مجلس دائر هست صادر بکنه؟ بنابراین حتی اگر این فرضیه از نظر قانونی هم درست باشه، از رفتاری غلطه، برای این مجلس منحل نشده بود. مصدق رفراندوم برگزار کرد، نتیجه گزارش رفراندوم رو روز 19 یا 20 مرداد به دربار فرستاد با نامه ای و از شاه درخواست کرد که بر اساس این رفراندومی که مردم رأی خودشون نشان دادند او به درخواست مصدق اجابت کنه، پاسخ بده و مجلس رو منحل کنه و انتخابات جدید رو اعلام کنه و شاه جواب منفی داده و این کارو نکرده. این بود که در یعنی دستخط شاه وجود داره؟ دستخط نیست، دستخطی وقتی صادر نکنه یعنی قبول نکرده شاه دیگه، شاه از طریق وزیر دربار پاسخ داده که شاه نخواهد پذیرفت، مجلس رو منحل نخواهد کرد، چون میدونید که این در قانون اساسی اولیه که وزیر دربار نمونه بود، امینی بوده، فکر میکنم امینی بود، بله نه این امینی، برادر امینی بود. میدونید که در قانون اساسی اولیه مشروطه اجازه انحلال مجلس با پادشاه به طور مستقیم نیست، این در مجلس مؤسسانی که شاه در سال 28 اعلام کرد، از 28 مورد مخالفت خیلی ها بود از جمله قوام السلطنه، در اونجا این حقوق رو برای شاه منظور کردند و مصدق بر پای حقوقی بر روی مجلس مؤسسان به شاه داده بود از شاه درخواست میکنه که مجلس رو منحل کنه و نمیکنه، مجلس 26 مرداد منحل میشه. ولی مسئله فقط اینها نیست، اینا بحث های فن نیست، باید مسائل اساسی رفت تا اینکه حالا حتما شما نکات دیگری رو میخواید مطرح کنید تا من رفته رفته به اینها بپردازم. آقای امینی، در لابلای سخنانتون به دشمنی یک نتوزانه برخی با مصدق اشاره کردید. بله. در این مورد توضیح بدید که چه کسانی این دشمنی یک نتوزانه رو دامن میزنند و نمونه های این دشمنی چگونه است؟
ببینید یه نمونه خیلی ساده رو خدمتتون میگم. من دیدم در این برنامه‌ها، یوتیوب‌ها، نوشته‌ها، کتاب‌هایی که منتشر شده، مصاحبه‌هایی که برخی کردند، با اصرار به جایی که بگن مصدق، میگن مصدق و صدنه. چرا؟ چون میخوان این بند ناف خانوادگی مصدق و با قاجار به سینه او سنجاق کنند. مصدق هنگامی که برای تحصیل میرود به فرانسه با نام محمد مصدق السلطنه ثبت نام میکنه. هنگامی که رساله دکتراشو نوشته، زیر این رساله دکترا به نام محمد مصدق امضا کرده. این خیلی سال پیش از لایحه لغو القاب در ایران هست که در سال 1334 و سپس 5 تایید شد که دیگه هیچ کس لقب نداشت. هنگامی هم که از اروپا به ایران برمیگرده و در کابینه قوام السلطنه وزیر می شود، برای نخستین بار است که در این کابینه برای همه بار دیگر این القاب رو گذاشتند، قوام السلطنه، از کنم مشیر الدوله غیره، و مصدق رو هم به نام مصدق السلطنه نوشتند. مصدق هیچگاه خودش مصدق السلطنه امضا نمی کرد. و جالب اینجاست، این آدم هایی که به مصدقی خودش مصدق السلطنه نمی دانسته این سلطنه رو می چسبانن، در مورد قوام، احمد قوام، که هنگامی که برای بار چندم نخست وزیر شد بعد از شهریور 20102، میگن احمد قوام، میگن احمد قوام، در حالی که خود او درخواست کرد که در نوشته های نخست وزیری از او به نام حضرت اشرف قوام السلطنه یاد بشه. و حتی یکی از شرایطش برای بازگشت به نخست وزیری در دورانی که دوباره بازگشت زمان بین فاصله مصدق، استعفای مصدق، این بود که شاه لقب حضرت اشرفی رو که به او داده بود به او پس بده و داد. قوام السلطنه که خودش رو به اصرار قوام السلطنه میخواند رو احمد قوام میخوانند. مصدقی رو هیچ اصرار نداشت مصدق السلطنه باشه، میگویند که مصدق السلطنه. و در این بحث پیشینه خانوادگی رو معیار میگیرن، فلان کس از قاجار بوده، خب حتما آدم بدی بوده. بعضی ها میگن دایی مصدق محمد علی شاه بوده، درسته؟ احتمالا دایی یا آره دایی زاده بودن با هم از دور، برای یعنی میدونید که اون دوره همه با هم نسبت داشتن. ولی چرا درباره خاندان فرمان فرمای حرف زده نمیشه؟ دیگه از فرمان فرما، شازده فرمان فرما آدم گردن کلوفتری در دستگاه قاجار نبوده، ولی شخصیت هایی که این خانواده بیرون داده، اینا شخصیت هایی بسیار مدرن و متجدد جامعه ایران بودند، انسان های بسیار خدمتگزار، خیلی زیاد بودند، ولی 6-7 تاش که معروف شدن در ایران. اینها آدم های بسیار با ارزشی در جامعه ایران بودند. گیرم که هم از نظر مادری و هم از نظر پدری به خاندان قاجار نسبت داده بشن، داده بشن. مگر مادر محمد رضا شاه دارای تیره قجر نیست؟ اونم هست. چیز عجیبی نیست این در تاریخ ایران، هنگامی که شما یک خاندانی دارید که 150 سال حکومت میکنن و به لطف کار فتحعلی شاه این همه شاهزاده تولید میکنن، بیشتر نخبگان جامعه از دل این خاندان بلند میشن، از مریخ که نمیارند، بالاخره از دل این جامعه بیرون میان. و بسیاری از اینها اگر هم نسبتی نداشتند میرفتند و نسبت پیدا میکردند، داور نسبت خانداری با قاجاران نداشت، ولی برای اینکه بتواند مطرح بشود رفت یکی از خاندان قاجار رو باش ازدواج کرد که بتواند مطرح بشود. و این بسیار طبیعی بوده. حتی هنگامی که رضا شاه خیز برای قدرت برداشته بود و هنوز رضا شاه نشده بود، به یاری کسی که از در واقع می توان گفت مقام نظامیش از او بالاتر بود، اولین ازدواج رسمیش با یکی از اعضای خانواده قاجار بود برای که بتواند مطرح بشود. و این طبیعی بود. حالا انسان ها بیایند و این پیشینه رو، یا مثلا آقای رئیس سابق دانشگاه مشهد متینی، ایشون کتاب نوشتند
بهانه میکنن این اسلام پناهی مصدق رو که این آدم اینقدر غیر سکولار بود که در مجلس قرآن از جیبش در آورد و گفت اسلامیت ما مانند ایرانیت ماست و ایرانیت ما مانند اسلامیت و شهادتین رو خواند. این چه زمانی است؟ موقعی که مصدق میخواهد مخالفت بکند با پایان دادن به پادشاهی قاجار و انتخاب رضا شاه به عنوان کسی که قرار است پادشاه بشود. میدونسته بیرون از مجلس چه بسا او رو خواهند کشت و به رسم اون زمان شهادته میگه. ولی آقای متینی که این ایراد رو به مصدقی که به هر حال مسلمان بوده و سکولار میگیرد که چرا او چنین سخنی رو گفته، خودش سردبیری روزنامه آستان قدس رو داشت و در اولین شماره دوره جدید مجله آستان قدس میگوید ما جاروکشان آستان سامن الائمه هستیم. همین آقای متینی قرآن در ایران چاپ کرده، تصحیح کرده، ایرادی هم نداره. ولی چگونه استش که سردبیری نشریه آستان قدس و نوشتن نخستین سر اولین در واقع سرمقاله این ایرادی نداره؟ اون هم 2 سال پیش از انقلاب، نه سال 1305، 1055. ولی اینکه مصدق در 1305 این سخنان رو به زبان بیاورد نشانی از این است که او تا تمام وجود خواهان اسلامی کردن جامعه ایران بوده. ببینید اینها برای بدنام کردن یک آدم، انتقاد منطقی نیست. بنده انتقاد دارم به مصدق. من بارها گفتم که من پروژه رفراندوم رو درست نمیدونم. من انتقاد دارم به اینکه مصدق در صدد یا برای این بران نشد که یک حزب سیاسی نیرومند از هواداران خودش به وجود بیاره و بتواند سازماندهی بکنه. اعتماد بیش از اندازه و نزدیکانی داشت که خیلی از اونها بهش خیانت کردن، از جمله متی، همین دفتری، خویشاوندش، خواهرزادش که بامداد 28 مرداد او رو رئیس شهربانی کرد، شامگاه آقای دفتری فرمان شهر ریاست شهربانی کل کشور رو از زاهدی گرفت. اعتمادی که داشت مصدق به خیلی ها بر اساس روش برای پرورش خودش، به اینها میتوانه ایراد گرفت. ولی مصدق یک قولی در صحنه در سپهر سیاست 150 ساله گذشته ایرانه. ما کسی داشتیم مانند امیرکبیر و کسی داشتیم مانند مصدق. البته در این میان اصلاح طلبان دیگری هم بودند، یکی رو رگ زدند، دیگری رو بردند به زندان زرهی بعد از محاکمه به جرم خیانت و سپس خانه نشین کردند. خب این رفتار درست نیست. یعنی تبعید به احمد آباد. بله. آقای امینی، میدونیم که انگلیس‌ها طرحی به نام چکمه برای اسقاط مصدق داشتند. بله. آیا امریکایی‌ها با این طرح هماهنگ شدن و اگر شدن از کی هماهنگ شدن؟ مدارکی در این زمینه داریم؟ مدارک خیلی زیاد است. شواهد نشون میدهد که در دوران نخست وزیری ترومن آمریکا با طرح چکمه موافقت نمیکرد و خواهان مذاکره با مصدق بوده و مذاکرات هم با مصدق موفق میشه. این آقای دین آچسون وزیر خارجه آمریکاست در یادمانده خودش کتابی است به نام Present at the Creation، حضور در آغاز، کتاب بسیار خوبی هم از برای خواندن اگر تو فارسی ترجمه نشده. ایشان در برگ 510 میگوید که پس از مذاکرات با 80 ساعت مذاکرات بین مکی و مصدق، مصدق تمام پیشنهادهای ما رو پذیرفت و حتی ابتکاری به کار زد که ما انتظار نداشتیم و گفت که اداره پالایشگاه آبادان رو هم به یک شرکت دیگر غیر ایرانی و انگلیسی بسپاریم. یه شرکت هلندی رو پیشنهاد کردن. میگه ما خیلی شادمان بودیم که تموم شد، طرح انجام شد و میگه شرکت نفت ایران و انگلیس این رو وتو کرد. چرچیل در اون هنگام بر این باور بوده که هر گونه کنار آمدن با مصدق، که البته به گفته بوده دزد نفت ما، در نامه‌ای که نوشته به
تومن میگه چرا شما این دزد نفت ما رو به کشور خودت راه دادی، چرا با این مذاکره میکنی؟ موافق هیچ گونه مذاکره و موافقتی با مصدق نبودند و این موافقت کرده بودند مسئله حل شده بود، برای اینکه پیشنهاد آمریکایی‌ها پیشنهادهای خوبی بود که به مصدق شد و مصدق هم پذیرفت. 80 ساعت با هم مذاکره کرده بودند. میگه ما وقتی که برگشتیم به مصدق، بهانه آوردیم که ما حالا یه سری کارهای دیگه باید بکنیم، میگه فهمید، آدم باهوشی بود، گفت نه من دیگه نمی‌کنم مذاکره و با سربلندی به کشورم بازخواهم گشت. ببینید آمریکا نمی‌خواست در اون دوران در ایران کودتا بشه. ترومن طرفدار یک پروژه همراهی با جریان‌های ناسیونالیستی در کشورهای مختلف، جریان‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای گوناگون برخاسته. ترومن رئیس جمهور آمریکا. راستی هم این است که بیشتر این جنبش‌ها آماج حمله‌شون بریتانیا بود. بزرگترین کشور استعماری بود و آمریکا شادمان بود از اینکه این قدرت استعماری بزرگ انگلیس در حال ویرانی است. و ترومن اصل چهار رو معرفی کرد در پدیده معروف اصل چهار، و اولین کشوری که برای اجرای اصل چهار انتخاب کردن ایران بود که بیایان و کمک کنن به سازندگی جامعه و در این زمین هم شروع کردن به کار. البته خیلی پول کم خرج کردن، اینجا حاشیه برم، وقت نداریم زیاد. اولین پروژه‌ای که در ایران اصل چهار انجام داد وارد کردن خر قبرسی بود برای اصلاح نژاد خر در ایران. حالا کار نداره، این همه گرفتاری جد گفتن در مارش. ولی پس از انتخابات ریاست جمهوری جدید در آمریکا که آقای آیزنهاور انتخاب شد، و میدونید که وقتی یک رئیس جمهوری انتخاب میشود کابینه خودش رو پیش از اینکه حتی سوگند بخوره شروع میکنه انتخاب کردن. دو برادر دالاس رو به عنوان یکی رئیس CIA و دیگری وزیر امور خارجه انتخاب کرد. جالب اینجاست کمتر کسی به این اشاره کرده که یکی از این دو برادر شریک یک شرکت حقوقی بوده که بزرگترین مشتری این شرکت حقوقی شرکت نفت ایران انگلیس است. یعنی تا این اندازه این نزدیکی بین اونها وجود داره و اینها با شرکت های نفتی فوق العاده نزدیک. کدوم برادر؟ فکر میکنم وزیر خارجه او بود که وکیل شرکت بود. در کتاب هم اشاره کردم، الان حضور ذهن ندارم، یاد نمیدونم جان فاستر بود یا آلن، یکی از این دو بود، فکر میکنم آلن بود. بروی واقعیت این است که چرخش در سیاست آمریکا در مورد ایران روی داد. یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سیاست آیزنهاور و پیرامونیانش که میدونید این برادران دالاس سخت آنتی کمونیست هم بودن و زیر هر سنگی در دنیا کمونیست میدیدند. اون دوران تب و تاب مکارتیز تو آمریکا بود که اون سناتور معروف که اصلا در داخل خود دولت آمریکا هم در جستجوی کمونیست ها بود با ذره‌بین، مثلا چارلی چاپلین. بله بله، همه هنرمندا، هر کس که ایرج ترقی خانه داشت رو میگفتن اینا کمونیسته. مصدق هم کمونیست میدونستن. خاطرات دالاس در اومده، در اون میگه که ما در چند کشور جهان دلغک های کمونیست ها رو از بین بردیم، ایران رو میگه و گواتمالا. اینا دلغک های کمونیست ها بودند، اینا اسباب بازی اونها بودند. یعنی مصدق و در چرخش در سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران به وجود آمد. وودهاوس میگه که ما شادمان شدیم این بار که با تیممون رفتیم به واشنگتن، با آغوش باز از ما استقبال کردند و دوباره پروژه چکمه به راه افتاد و آمریکایی‌ها ولی ابتکار پروژه چکمه رو دیگه از ما گرفتند و اسم جدیدی برام گذاشتند. در ژانویه سال 1953 آقای مهری یک سند داخلی در دولت آمریکا تصویب میشه، این سند رو میدن به CIA برای اجرا و $1,000,000 پشتوانه این سند میکنند و قرار میشود که هفته‌ای از حدود پایان خرداد تا 28 مرداد هفته‌ای $110,000 $1,000,000 اون زمان ایران برای خریدن روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس و شخصیت های روحانیون در ایران خرج کنند از این بودجه که گذاشته بود. اینا همش مستند. اینا اون روزنامه‌نگاران اسمشون آمده؟ بعضیاش آمده بعضیاش هم نیومده. بله، مقاله فارسی می نوشتن میدادن به روزنامه ها، کاریکاتورها رو در یه دفتر هنری، یه دفتر هنری درست کرده بودن در واشنگتن که این دفتر هنری کاریکاتورهای
ضد مصدق تهیه میکرد، در روزنامه های طرفدار دربار و مخالف مصدق اینها رو چاپ میکردند، مقاله رو در داخل ایران میدادن، افراد مینوشتن. این بودجه در ژانویه تصویب شد. در حدود مارچ همون سال دو نفر مسئول شدند. اولا روزولت مسئول اجرای برنامه شد، آدم بسیار بلندپایه بود، مسئول خاورمیانه سازمان سیا که دو بارم به ایران سفر کرده بود، یک بار دیگه محرمانه به ایران رفت و برای اینکه این کار رو سازمان بدن یک فرد جدیدی رو فرستادن به ایران به نام مایلز کوپلند که اسم این کمتر آمده. کتابی نوشته به نام The Game Player یا بازیگر. در اونجا میگه ایشون رو به ایران میفرستن برای بررسی اینکه آیا ما نیروی براندازی داریم یا نه، و ایشون با یه گزارشی برمیگرده و گزارش رو در کتاب ویلبر و در جاهای دیگه هم آمده، میگه که بله ما دارای نیرو هستیم ولی داخل ایران نیروی نظامی برای هماهنگی این کار نیست و ما باید از خارج این کار رو انجام بدیم. در این دوران سیایه وارد یک گفتگو مذاکراتی رو شروع کرده بوده، رسما عباس فرزانگان که معاون وزیر پست تلگراف بعد ها میشه، این موقع سرهنگ بوده، معاون نفر دوم آتشه نظامی وابسته نظامی ایران در واشنگتن بوده، این رو جلب میکنند و او رو میفرستن برای کارآموزی به مرکزی در کانزاس و سپس به ایران میفرستن و او کسی است که با دو نفر آدم اصلی دوره بعد کودتا، یعنی باتمان قلیچ و اخوی تماس میگیره. اخوی برکنار شده بوده، سرهنگ حسن اخوی، بعدها تیمسار اخوی، ولی باتمان قلیچ سر کار بوده، رئیس گارد بوده، فکر میکنم رئیس گارد بوده یا برحال نسیری رئیس گارد بوده، یکی از مقامات ارتشی بلندپایه موقع بوده که هنوز هم شاغل بوده، کنار گذاشته، جزء تیم کنار گذاشته شده نبوده. باتمان قلیچ با اینها تماس میگیره و دو نفر انتخاب میشن، یکی از سوی CIA و دیگری از سوی اینتلیجنس سرویس انگلیس، نورمن داربیشایر از سوی انگلیسی ها و ویلبر از سوی آمریکایی. ویلبر سالها در ایران زندگی کرده بوده، کتاب فارسی نوشته در مورد کاخ ها، زبان فارسیش خیلی خوب بود، از زبان جنگ آشنا بوده با ایران. اینها میرن قبرس و طرح آژاکس رو در قبرس می‌نویسند و این طرح رو میارن به لندن، اول در لندن تصویب میشه، سپس میبرن به واشنگتن، واشنگتن تصویب میشه و بر پای این طرح آقای کارول که یک کلونل بلندپایه در بخش براندازی‌های خیابانی بوده، تخصصش این بوده، راهی ایران میشه به عنوان یک کارمند سفارت و از اون سوی هم کرمیت روزولت و دو نفر از همکارانش از راه بغداد با پاسپورت جعلی وارد ایران میشن. میبینن کافی نیست، دیداری میکنند در به پایان برنامه که داری نزدیک میشیم، دیداری میکنند دو نفر از دو نفر، همین نورمن داربیشایر و یک ارتشی به نام مید از سوی آمریکا، میروند در پاریس در یه هتلی دیدار میکنند با خانم اشرف پهلوی و او با اسم مستعار، یعنی اسم مستعار وارد ایران، اسم مستعار یعنی با اسم همسرش وارد ایران میشه که شاه رو قانع کنه که با شوارتزکوف در ایران دیدار کنه. اینا برنامه کودتاست. اینجا دیگه آمریکا وارد پروژه شده و پروژه چکمه رو از انگلستان گرفته و ابتکار عمل رو در دست داره. فراموش نکنید که در مهر ماه سال 1331 سفارت انگلستان رو در ایران، بریتانیا رو در ایران تعطیل کردند و در نتیجه تمام شبکه درونی جاسوسی بریتانیا به آمریکایی‌ها واگذار شد. تنها کسانی که هنوز کنترل داشتن خودشون برادران رشیدیان بودند و اسنادی که امروز در دست ماست نشان می‌دهد که در این یک ماه پایانی شاه بارها با روزولت و برادران رشیدیان، یعنی اسدالله در واقع همه اونها، نه دیدار میکرده و از جمله چند دیدار در یک ماشین رویز رویزی بود در داخل کاخ که کسی نشنوه. خب نشان میدهد که در سودای دگرگونی قانونی مصدق نبودن. اگر بنا بود مصدق رو از راه قانونی کنار بگذارند، مجلس رو منحل کنند یا رأی عدم اعتماد در مجلس بگیرند، شاه باید با تقی‌زاده، با نمایندگان مجلس گفتگو میکرده، اونها رو برمیانگیخته، نه با کرمیت روزولت، نه با شوارتزکوف، نه با
کرول، نه با شخصیت هایی که در کودتا بعدها نقش داشتند. و این کرول بعدها جایگاه بلندی پیدا میکنه. خود روزولت هم همینطور، خود روزولت هم دارای، یعنی اصلا میشود بعد از کودتا دلال اسلحه در ایران. جالب اینجاست که در بانکی که یکی از برادران رشیدیان علم هست، یکی از برادران رشیدیان بانکی که بعد از کودتا باز میکنه، بانک توسعه، در اونجا دفتری به روزولت داده بودن و از اونجا کار میکرده. آقای توفانیان، این رو بگم و برنامه رو تموم کنیم، هفته آینده ادامه میدیم. توفانیان که در وفاداری و به پادشاهی جای گفتگو نیست، در خاطرات خود شفاهی گفته که اعلیحضرت به من زنگ زدن، گفتن این روزولت هر کیو میاره اونجا پیشت و ازت خواسته که اسلحه بخری بخر. میگه با اینکه ما نیاز نداشتیم. اینو میمونه یعنی این مقدار روزولت در ایران نفوذ داشته. بحث بسیار مفصلی است، اجازه بدید که هفته آینده به جزئیات کودتا بپردازیم. خیلی ممنونم آقای امینی عزیز. پس هفته آینده همچنان در این باب اسناد و مدارکی رو میکنید. اسم اون روزنامه‌نگاری که این مقالات رو نوشته برام بگید. اسم روزنامه‌نگار رو داشتم، الان یکو حالا بعدا فراموش کردم. خیلی ممنونم ازتون، موفق باشید. همچنین ممنونم از کارگردان برنامه خانم غزاله و با شادمانی، آرزوی شادمانی برای همیهنان عزیز، آرزوی آزادی. شب و روز شما خوش.